مهندس میگم دوستان که اومدن یه توضیح مختصری راجع به منبع هزینه و محوریت موضوع جلسه بود ارائه بدیم برای ذهنیت داشته باشن خوبه. بله حتما. ببین مهندس جون، این حمایت از طرح کاشت نالهای درختهای هرا، اونم تو منطقه‌ای مثل بندر ماشر و بندر امام خمینی، خیلی مهمه. خودت هم میدونی که هر ساله تو دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست استان هم هستش. بی خودی دینست که این طرح از پشتوانه همه جانبه، مخصوصا مالی، از طرف پتروشیمی برخورداره. به خاطر همین هر طرحی که میاد به پتروشیمی باید قابلیت اجرای بالایی داشته باشه. بالاخره عمل به مسئولیت‌های اجتماعی تو این منطقه خیلی مهمه. درسته؟ بله، پس خط و خطوط جلسه کاملا مشخص شد دیگه. یه نگاه بهم میندازی؟ چی هست؟ طرح تو همین بحثایی که تو جلسات شورا مطرح میشه. خب توسط کارشناس خبره خودمون هم تهیه شده. خدا اگه صلاح بدونی که دیگه تو جلسه بعدی شورا مطرحش کنیم. باش میشه، نگاهی میکنم. اما به نظر میرسه اگه بخوایم زودتر نتیجه بگیریم اجازه بدیم سلسله مراتب رو دنبال کنیم. باش. جواب نمیده. فکر نمیکردم دوست اینقدر نامرد باشه. اون موقعی که داشتی پولاتو میدادی بهش رفیق شما بود، حالا که فهم میکنی جایزه تا پولی کرده شده رفیق من؟ آخه بهش نمیومد از ماش باشه. از کدوماش؟ از همونهایی که پولارو ها پولی میکنن بعد میزنن میرن کانادا دیگه برنمیگردن. من که گفتم از اوناش نیست. پس چرا جواب نمیده؟ چه میدونم، شاید یه اتفاقی افتاده، شاید اصلا روش نمیشه زنگ بزنه. حالا آقا جان روش نمیشه که زنگ بزنه، میتونه که پیامک بده. بفرما. صدا تو شنید. مالکه. میدونم که الان خیلی پشت سرم و فکرهای بد کردین. مونه با اون آمدهایی که پول این مملکت بالا میکشن ها پولی میکنن و در میرن یکی میدونین، اما اشکالی نداره. نمی دیگه اعتباری بهش نیست. شاید اگه خودم هم بودم همین فکرهای میکردم، اما راستش حقیقتا یه پیامه که بانک به خط سینا اومده بود و منم خیلی اتفاقی فهمیدم که حساب سینا 20 میلیون تومن حواله لوازم خانگی برنده شده. اگه دیر می جنبیدم جایزه از دستمون راحت می پرید. بره همین دنبال کسی می گشتم چال تلویزیون چیزی بخواد که منم این حواله بهش بدم و پول بگیرم و بعدی پوله بدمش به سینا، اما کسیه پیدا نکردم. بازم سوخت؟ بازم مالکه. بالاخره دیروز قبل از اینکه وقت حواله تموم شه یکی رو پیدا کردم و قبول کرد که حواله رو بگیره، اما پول نداشت و به جاش یه چیز خیلی بهتر بهم داد که بدمش به شما. منم فرستادمش، فکر کنم الان که دیگه برسه. جان بیا بریم نهار. من میل ندارم. یعنی چی میل ندارم؟ یعنی که نمیخوام پسرخاله رو تنها بذارم. پسرخاله دیگه کیه؟ همینی که اونجاست. تو به اون میگی پسرخاله؟ آخه من یکی پسرخاله رو دوست دارم، یکی هم فامیل دور. مامان یه وقت ناراحت نشه به این میگی پسرخاله.
اصلا میخوای اسمشو بزنم فامیل دور؟ من نمیدونم، هر چی میخوای بذاری بذار، ولی الان بیبریم نهار از دهن میفته. میشه بریش اینجا منو پسر خاله ما هم بخوریم؟ نه خیلی نمیشه. نمیاد، میگه غذامو پیش پسر خاله میخورم. پسر خاله دیگه کیه؟ اسم این گاوه رو گذاشته پسر خاله. پسر خاله یعنی چی؟ یعنی پسر خالهش گاوه؟ نه با نیست که این افشین یه مقدار از لحاظ اندامی چاقه، این سینا تو تخیل خودش. سعید جان عزیزم، تا آتش بیار معرکه نشدی که؟ خانم این سینا بچه هست، عقلش به این چیزا نمیرسه. خب عقلش نمیرسه، اسم گاوشو بذاره پسر عمو. لا اله الا الله، بیا و درستش کن خانم. کوتاه بیا خودتو هم. البته اینم بگم ها، به من گفت اگه ناراحت نمیشین اسمشو بذاره فامیل دور. آها این خوبه، منتها نه فامیل دوره اینوری اونوری. فامیل دوره اینوری نه اونوری. آقا اصلا اسمشو بزنی لطیف، خلاص. خوبه؟ همینو میخوای دیگه. بابا بالاخره نگفتین میخواین این گاوه رو چیکار کنی؟ نمیدونم والا، با این صورتی که این بچه عاشق گاوه شده هیچ آدمی عاشق آدم دیگه ای نمیشه. من فکر کنم عشق توی نگاه اول تو خانواده پدری شما ارسی باشه. ها دست شما در نکنم. زدی ضربتی ضربتی نوش کن آقا سعید. غذا تو بخور. مگه من گفتم افشین گاوه؟ مگه منم به فرخنده تو این کردم؟ بابا بابا چیکار کنه بدبخت؟ این نونیه که دوست ایشون گذاشته تو سفره ما. ای بابا، یعنی بعد کاری کرده نذاشته جایزه سینا سوخت بشه؟ نه والا، دمش گرم این آقا مالک، باز نذاشته جایزه این بچه بپره. خب بابا بالاخره میخواین چیکار کنین؟ چی بابا؟ باید بشینیم با سینا صحبت کنیم. خب صحبت کردن نداره که، اون مثل این جوانای عاشق نه گوشش میشنوه نه چشاش میبینه. حرفم که بهش میزنی قر میکنه میذاره میره. بفرما. حالا کجا تو؟ نه من برم تو اتاقم سنگین تره. خب تو هم چته تازگی اینقدر همه چی به خودت میگیری و زود بهت برمیخوره؟ به خودم نگیرم، یه غلطی کردیم گفتیم افشین چاقه، این ماما خانم بلکن نیست کش که همینجور رگبار داره متلک بارمون میکنه. عزیزم من که با تو نبودم که، من فقط میخواستم مشخصات آدمای عاشقو بهت بگم، دروغم که نگفتم. بعدش هم تو چرا تازگی اینقدر حساس شدی؟ قربونت برم اصلا حساس نباش، پوستت هم خیلی هم کلوف باشه مثل بابات. ببینم از فریب خانم چه خبر؟ راستی بفهم چه حلال زاده هم هست. آه بچی سلام علیکم، احوال فریب خانم؟ حال شما خوبه؟ سلامتی انشالله. نه الان اینجا پیش ما نشسته. خوبه، سلام میرسونه، سلام میرسونه. آه ببخشید، من الان اومدم سر خاک خدا بیامرز همسرم. بله خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. فکر کنم ایشالله آخر هفته بتونیم با هم هماهنگ بشیم که اینشالله هفته پیش رو قراره بله برون بچه ها رو با هم بذاریم. خیلی خوب اینشالله. سلام منو هم به پروین خانم برسونین. ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. چی میگفت؟ همجا گوش میکردی؟ چی میگفت؟
عجب روزگاری ها. آقای کجا بودی؟ من؟ دنبال یه لقمه نون. نون تازه دیگه. بله. دست درد نکنی. بس کوی نون تازه. نون؟ تو راست. الان میاد. مسخره میکنی؟ مرد حسابی نونم کجا بود؟ هیچ میدونی کجا بودم؟ بس شوید کجا بودی؟ رفته بودم علف بچینم واسه گاو این پسره. علف چیدی؟ بله. خب مبارکت. چی مبارک باشه؟ همین شغل جدید. چقدرم بهت میاد گاو داری. حالا برای چی اومدی اینجا؟ برو گاو برده برو بچرونش دیگه. برو. باشه. کاماس کاماس. به اون مرحله هم میرسیم که این کارو بکنم. اینا کیان اومدن؟ ببین، گوش بده، اینجا این صدایی نیست که اذیتت کنه، همه چی ساکت و ساکته. میکنم محبوب ما رو باش که عقلمون دادی دست کی؟ اتفاقا عقلت دست آدم درستی دادی. مرد ناحسابی تو اومدی دنبال جنج یا اومدی برای این بچه چوبونی کنی؟ اشکال تو میدونی چیه؟ تمام برنامهات کوتاه مدته، نوک دماغت فقط میبینی. شما بفرمایی این برنامه بلند مدتتون، این افق چوبونیتون تا کجا ادامه داره؟ ظاهرا من این گاو میبرم چرا، ولی در از سرپوشیه واسه کار اصلیمون. آه خوشم اومد ازت محبوب، دمت گرم. اصلا این فکر تو اصلا به عقل جنم نمیرسه. کجا چه دیدی؟ حالا فاز دوش نمیدونی چیه؟ فاز دوش باعث میشه که این پسره به خاطر نگهداری این گاو با خانوادهش چی؟ چی؟ در بیفته. خانوادهش چی در بیفته؟ این دیگه جزء فوتفن کوزگریه. وقتی که من میگم در میفته یعنی میفته. بعدن در نیفته شما کاری میکنی؟ در بیفته. بعدن بگو ببینم با چی در بیفته؟ در میفته برای دو تا اصل. یک، صدای گاو. دو، بوی کثافت گاو. که هر دوتاش باعث میشه سر صدای مسافرها در بیاد و این داره زودتر ترک کنن ما بریم سر جامون. و اگه گاوه یه موقع صدا نکرد و بود گندش مسافرها آسی نکرد، اون موقع شما کاری میکنی که؟ من یه کاری میکنم که بشه. ویکلا. خب بعدش چی میشه؟ بعدش دیگه معلومه دیگه. خانواده پسره به خاطر به دست آوردن دل پسره مجبورن دست به دامن کی بشن؟ لاغ تو. آباری کلا. برو پیکاری. بله سلام خونه چی شده؟ کجا بیام؟ باشه ایشالله که خیر. باشه بفرست.
آقا نکن سمفونی که مونزارته. ما نیم ساعته داره بداره فکر میکنه. فلفل دلمه آقا بگو خفه شدیم بگو دیگه. اصلا نمیدونم چی بگم، از کجا بگم، چی جوری شروع کنم. از وسطش بگو. چرت و پرت چی میگه از وسط یعنی چی؟ از وسط داستان همیشه دراماتیک تر میشه، تعلیق زیاد میشه، جذاب و هیجان انگیز میشه قصه. آقای آنتون چخوف جشنواره قصه گویی نیستش که. بذار از اولش بگو. آقا از اولش بگو، ولش کن. دیشب آخر وقت بود، تو مطب بودم، فریبرزم رفته بود، چراغ رو خاموش کردم داشتم میرفتم، یه ها یکی در رو با کرد اومد تو. چه جالب، چه قشنگ، خیلی قشنگ بود. چیش جالبه؟ کجاش قشنگه؟ اونا هم تعریفش میگم، میگم اوسط گفت قشنگ و مالک جان قشنگ بود. حالا اجازه میدی بگی کی اومد تو؟ نه نگه، نگه این ما حدس بزنیم، ما بگیم با این سکوت کنه، ما بگیم جدول مگیم حدس بزنیم، ما بگیم مالک. چند تا؟ هیچ. هیچی؟ تموم شد. تموم شد؟ آره تموم شد دیگه. چی تموم شد؟ دیگه بدهی تموم شد. یعنی بدهی مو صاف صاف؟ دیگه به شما بدهی ندارم؟ نه از اولش هم بدهکار نبودی. نبودم؟ نه نبودی، ما فقط داشتم برای تو جمع میکردم. ولی من تو چی؟ ولی من هنوز سر اون قایق خیلی به شما بده کارم. اون قایق چه به درد تو میخوره؟ تو دکتری مملکتی، جاد رو اون قایق ماهیگیریه نیست. تایی من متوجه نمیشم چی؟ از این به بعد تو مطبی که مال خودته کار میکنی، اون قایقم مور میدارم. امضاش کن. این چیه؟ مطب خودم. واقعا دم دای محمود گم، خوش اومد. کار قشنگ کرد نه؟ نه. چرا باحال بوده کارش؟ چرا نه؟ باحال بوده؟ بدبخت شد رفت، باحال بوده؟ کی بدبخت شد؟ ما اینجاییم که فکر راجع به این قضیه بکنیم دیگه، ببینیم چه خاکی باید تو سرش بکنه. آقا مو چرا نمیفهمم؟ این میفهمه. تو بد میگی یا این زود میفهمه؟ چیه قضیه؟ مالک جان، فریبرز. خب فریبرز، فریبرز چه؟ اومدیم اینجا صحبت بکنیم ببینیم فریبرز چه خاکی باید تو سرش بکنه. خب همون خاکی که تو الان میگه نمیشه؟ نمیشه. خاک تمام شده؟ خب بگی چی شده؟ نه مطب بردیم اهواز. خب فریبرز بره اهواز؟ نمیشه. بری چی؟ چون من میخوام اونجا منشی خانم بیارم. منشی خانم نیار؟ نمیشه. بری چی؟ خود نیار. برای اینکه اون منشی خانم همه. زنشه. این زنشه؟ راست میگه. حالا این موضوع رو چطوری باید به فریبرز بگیم؟ نوید؟ بس اسمش نویده. چرا فکر کردی دیوونه است؟ به خاطر اینکه برای آدم سالم پرستار نمیگیرن. بعدش هم با بقیه مردم فرق داره. چه جوریه مثلا؟ مثلا همش تو خودش. با هیچ کی حرف نمیزن. اتفاقا آقا نوید ما خیلی با استعداده. یکم اعصابش مشکل پیدا کرده. باشه، دیوونه نیست. ولی فقط یکم اعصابش شیخته. حالا واسه چی اعصابش شیخته به هم؟ نمیدونم. مگه پرستارش نیستی؟ نمیدونم چون از پدر مادرش نپرسیدم. اگه کمک خواستید میتونید روی من مامانم حساب کنید. شما؟ اون با دمنوشاش، منم با پسرخاله. پسرخاله کیه دیگه؟ همین گافه که میگه مامو. نه به کمک شما هیچ نیازی نیست. بله اگه نظرتون عوض شد رو درواسی نکنید. چه در خونه ما آخه؟ من واقعا نمیدونم چیکار باید بکنم. یعنی من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. الان یعنی من اینو بیارمش ببندمش خوش پنجره ما حل درسته تمومه دیگه. من میگم بالاخره هر چی باشه اینجا دورتر از اونجاست.
بعد اگه بخواد یه سر صدایی بکنه کسی شاکی نمیشه. ها والا پروین راست میگه. ما میگم جدای از بحث ارزون بودن اینجا، مسئله آرامش و آسایشه که مسافران اینجا رو انتخاب میکنن. آخه مامان بعد اون وقت بوی گند و کثافتش چی؟ حالا دیگه دو سه روز چیزی نیست دیگه تو هم. من یه سوال دارم، اصلا گیرم که آوردیمش بسی بشه اینجا، بعدش چی میشه؟ بعدش دیگه به آقا سینا مربوطه که از سر شیطون بیاد پایین یا نه. چی چی؟ کجا شیطون؟ تای شیطون. منظورت خر شیطونه؟ از خر شیطون. اگه اومد پایین که همه چی حل، هممون از شر این پسر خاله فامیل دور راحت میشه. اگه نیومد پایین که شما یه مقداری ناراحت میشین دیگه، یه دو هفته بعد بیشتر نگاش دارین. البته به نظر ما که اجباری توش نیست، یعنی میتونی قبول کنی میتونی قبول نکنی. بابا من میخواستم سوال کنم آقا جون که اگه ما نخواهیم قبول کنیم بعدش اتفاقی میفته؟ خب هیچی. نه به نظر ما اینه که یه نفر باید به این بچه بفهمونه که اون فامیل دور، ها، اون گاوه رو نمیتونه اونجا نگه داره. ما باهاش حرف میزنیم. راست میگه. اگر من باهاش صحبت کنم متقاعدش کنم چی؟ اون موقع چی؟ یعنی شما واقعا حاضرین به خاطر آسایش و آرامش خودتون دلیه بچه رو بشکنین؟ I don't know. بفرم خون، بفرم. اون هنو چه ربطی به مادره؟ چی شده؟ حرومتر دیگه. میگم میدونیستی آدم ها نون دلشون رو میخورن؟ بله میدونم. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که این کار شما از طرف کائنات بی پاسخ نخواهد ماند. و کدوم کارم؟ بله کدوم کارتون؟ همین کاری که حاضر نشدید دو روز از این پسر خاله مواظبت کنید. بله باشه آقا جو قبوله. بذار آه این پسرخاله اصلا دامن من بگیر، کل زندگی من رو بگیر. آقا پسرخاله مسئولت شما من دیگه. خوبه؟ الهی دورت بگردم. بدبختی اینه که این آهه گرفته خبر نداری. دست شما داد. خیلی من مست. خواهش میکنم. یاد آوری تو متشکرم. خواهش میکنم. شبتون بخیر. شب شما بخیر. خواهش میکنم. ببرم. خواهش میکنم. کامینا چما رو میگیره. آجیب شده سوالی من یه سعی بینم زود میام. سعید. سعید. بله. تو چیزی میخواستی من بگره؟ یه گفتنی ها رو گفتم دیگه. خب بگو، راستش بگو میشتم. راستی چی بگم؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم، بعد میخوای بگی ولی نمیگی، آره؟ خب معلومه. خب چی هست؟ دایی محمودش یه دینامیت گذاشته زیر زندگیت. زیر زندگی من؟ دقیقا زیر زندگی جنابالی، زیر زیرش. چرا تو زندگی من داره؟ ربط خاصی میتونه نداشته باشه، ولی برای سروش مطب خریده. چی شده؟ چیز خاصی نشده. یه مطب خریده، نه اینجا، اهواز، کیانپارس، یه مطب عالی 20 که مزاحمی توش نیست. گیرم که حالا تو راست بگی. خب وقت باید چیکار کنی؟ چیکار کنیم؟ نه چیکار کنی، ولی من یه پیشنهادی برات دارم. اینجاست که شاعر میگه چو بد کردی مباش این منز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. درست گفتم؟ بعد از عمری کاری به اینا ندارم. شب بخیر آقای فریبرز، خوب بخوابی.
دادم بابا کچله ببره بگردمش. آقا کچله کیه؟ برای چی؟ ما که براش علف نمیگیریم. پس چی بخوره؟ حالا چرا دادی به اون آقایه ببره؟ بس کی ببره؟ شما یا ماما سعین و مارج عمرم ببرنش. حالا کجا معلوم ور نداره ببره؟ نمیرم. از کجا اینقدر مطمئنی؟ آخه با زنجیر چرخ ماشیشو قفل کردم. من رفتم. خداحافظ. من نمیدونم این بچه به کی رفته. من موندم تو این بچگی با این مخ اقتصادی به سن سعید بریزی چیکار کنم؟ نصف این شهر رو میخره میفروشه به جان خودم. بهلن افتاده تو بدشانسی. او یه صدای اومد اینجا. بزنه همینجا باشه. مرنیز چی؟ پیش اومده اینجا. جان داره یه چیزایی نشون میده. همینه؟ آره، خودشه. اینا میگن تو یه جوجه گاو داری واسه خودت. دارم که دارم، به تو چه؟ از کجا آوردیش؟ از سرنا با کنار. میخوای شب نشده به بچه های زیر پل بگم گاوتو غیب کنم؟ کی؟ تو؟ بار کنار بزر باید بیا. جد بچه برویه. یقه کی میگیری تو؟ چه سره وضعیه بچه؟ آه همینی که نگشتنمون جا شکش داره. کیا؟ همین بچه دیگه. برای چی؟ واسه خاطر حسودی. آخه تو چی داری که حسودی بهت بکنن؟ به پسرخالم حسودیشون میشه. همین پسرخاله حسودی داره؟ پسرخاله اسم گاومه. گاو؟ همین تو گاو داری؟ بله آقا. مال خودته؟ بله آقا. آفرین آفرین. آقا اجازه هست بریم سر کلاس؟ با این سر بس که نمیشه بری سر کلاس. نمیخوای بگی کیا این بلا سر تو آوردن؟ آقا ما خودمون از پسشون برمیایم. باشه فردا به بابا تو گو بیا. آقا برای چی؟ کارش داره. نمیشه به خودمون بگین؟ نه ترس عزیزم کارش داره. خوش شما به ما بگی ما به اونا اطلاع میدیم. واسه المپیاده خودتو نگران نکن. اولمپیاد؟ آره، قرار یه اولمپیاد تو رشته‌های مختلف برگزار بشه. عزیزم شما اصل مطلب نگفتی. چی بهت گفت؟ گفت سه نفر اول میرن کشوری که اگه بشه باعث افتخار مدرسه و شهرم میشه. عزیزم ولی عزیز دلم شما چرا با او سر و بعض اومدی خونه؟ به خاطر پسر خال اب نداره مادر بگو. به خاطر فامیل دور. به خاطر فامیل دور چی؟ خاطر اینکه به من حسودیشون میشد. میگم سینا کیا بودن اون بلا رو سرت آوردن؟ میخوای بری بزنیشون؟ نه نمیخوام برم بزنمشون. تو بگو. من خودم از پسشون برمیام. تو بگو میخوام ببینم کیا بودن. یه پرسجو کنیم ببینیم وانتی چیزی داشتن یا نه دیگه. آقای مختره کتابی ها خب من میگم که شاید بشه از این رو پیداش کرد دیگه. کیو پیداش کرد؟ مادر جان
چیز سعید یه وانتیه رو دیده بوده که داشته پسر خاله رو میبرده. چی؟ پسر خاله رو بردن؟ بله، با یه وانته سفید. پس آقا کچله کجاست؟ زدن تو سرش بیهوشش کرد. ای بای سینا، سینا نهی بمیرم برات مادر. نمیتونستی این دقیقه دهن تو می خب صاحب پسر خالق باید بدونه. پسر خاله وانت همه رو بگو دیگه. میخوای شب نشده به بچه های زیر پل بگم گاو تا قیب کنم؟ عزیز دلم با من بیا داخل باشه، آروم باش، آروم با هم میریم داخل. سرسده اینجا اصلا برات خوب نیست، اذیت میشه. باشه بیا. کی برگشتی؟ همین الان. بابا کجاست؟ بالاست. خیر باشه. هیچی، اومدم تکلیفم رو روشن کنم بعد برم. تکلیف چی؟ تکلیف زندگی آیندهمو دیگه. با مالک؟ تعجب داره. آخه مالک؟ آخه مالک چی؟ هیچی. نه بگو مالک چی؟ چجوری بگم؟ میدونی تو هنوز اونو خوب نمیشناسی. آره شاید حق با تو باشه، ولی میدونی چیه، من از موقعی که دیدمش یه انرژی خوبی ازش گرفتم. مبارک. مریم سلام. بابا سلام. امو علیکم السلام. سلام بابا، تو اینجا چیکار میکنی؟ شما چرا اینجا موندی؟ ما ماشینه هنوز درست نشده که بریم. آره این ماشینه یه قطعه شکسته، هیچ جا گیر نمیاد این قطعهش، میدونی؟ همونه بکن. میگم خیر باشه، تنها اومدی؟ آره اومدم تا شما ماشینتون رو درست کنین، منم تکلیفم رو روشن کنم. تکلیف چی دوخه؟ کدوم تکلیفو؟ تکلیف زندگی آیندم. مهم نیست. چرا این همه زحمت تو به باد دادی؟ نمیدونم ولش کن، مهم نیست. میخوای بگی؟ آره ولی نمیدونم از کجا شروع کنم. مالک اینجور مواقع میگه از وسطش شروع کن. چرا از وسط؟ چه میدونم، بخاطر اینکه کسی که میشنوه یه بخشیشو حدس بزنه. چه فایده‌ای داره؟ آدم چرتش نمیگیره دیگه. خب باشه از وسط شروع کنم. خب بگو. میخوام هر جور شده تو امتحان المپیاد برنده بشم. چی؟ میخوام نفر اول شم. چجوری؟ تو که درست خیلی ضعیفه که. تو کمکم میکنی؟ من چطوری کمکت کنم یه شب نفر اول المپیاد؟ چی؟ نمیدونم ولی نمیخوام بذارم اون کسی که پسر خاله رو دزدیده او برنده بشه. مگه تو میدونی کی پسر خاله رو دزدیده؟ بله که میدونم. خب کی؟ شهاب. خودش بهت گفت که پسر خاله رو دزدیده؟ نه، گفت به بچه های زیر پول میگم که شبونه بیان گاوت رو قیب کنن. خب من باید چی کار کنم؟ خب کمکم کنی. خب چی جوری؟ یادم بره
چجوری تقلب کنم. نشیدم چی گفتی؟ تو هم توان المپیاد میخوام تقلب کنم. احوه احوه، یعنی تو واقعا از من میخوای تو امتحان المپیاد یه کاری کنم تقلب کنی؟ خب بابا من همینجوری دلم خنک میشه، بگو چی کار کنم. کجا این چیه؟ دم نوشه برای فری برزه. زنجبیله؟ بله. یه لحظه باشه. چشه فری برز؟ نمیدونم بالا، هرچی دم نوش بوده بهش دادم، بو مادران، دارچین، ریحون، ولی هیچ تأثیری نداشته. بیرون روی؟ شدید. ای وای چی شد مادر؟ یواش نسوزی. الهی بمیرم من، الهی بمیرم مادر. چی شدی؟ داشتم خفه میشدم. خب مادر بایدم خفشی دیگه. کیو دیدی همزمان هم غذا بخوره، نمیدونم هم حرف بزنه هم راه بره. بابا. خب منم فرزندم اون بابام دیگه. برم باید دوره پرش کنم. نمیخواد. چرا اینجوری میکنی پس؟ به خاطر اینکه اینا فایده ای نداره، خوبش هم نمیکنه. شما که علمتون از ما بیشتره، بگین چی فایده داره؟ آمان من، شما تا تشخیص ندین علت چیه که نباید هرچی دمنوشه بریزین تو شکم اون فریبرز بدبخت بیچاره ذلیل شده که. آقای دکتر، شما که تشخیصتون رو میدونین، به ما بگین که ما هم یاد بگیریم. هم بگم تعامل شنیدنشو دارین؟ یعنی چی؟ یعنی اگه من بگم علت به هم ریختن دل روده دومادتون چیه، جسارتاً مجدداً جسارتاً شما پس نمیافتین؟ داری منو دست میندازی؟ نه به خدا، من میدونم فریبرز چشه. این چیزایی هم که داریم بهش میدین اصلا هیچ فایده ای نداره. من دارم جدی باهاتون حرف میزنم. پس بگو. بگم میگم ها. میگم 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 نکن. یا بگو یا میرم ها. خب یه دقیقه بیان روی این تاپ بشینین. ای وای سعید، چرا وقت منو میگیری؟ من تا ده میشمارم، اگه گفتی که گفتی، اگه نگفتی یا بله برون و تو و فرخونده میره رو هوا. بابا چه ربطی به من فرخونده داره؟ پس بگو. فریبرز. فریبرز چی؟